افزایش فشار دیپلماتیک هنوز باعث نشده که کره شمالی از اهداف هسته‌ای‌اش دست بردارد. در دو هفته گذشته پیونگیانگ دو آزمایش ناموفق هسته‌ای انجام داده. آخری همین یک شنبه. در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باز هم برای کره شمالی خط و نشان کشید. If he does a nuclear test, I will not be happy. اگه آزمایش هسته‌ای بکنه خوشحال نمیشم. رئیس جمهوری چین که مرد قابل احترامیه هم همینطور. در تلاش برای نشان دادن اراده سیاسی، آمریکا ناوگروه کارل وینسون را به شبه جزیره کره اعزام کرده. ژاپن هم برای حمایت از این ناوگروه این ناو را اعزام کرده. ایزومو بزرگترین ناو ژاپن که قابلیت حمل 9 هلیکوپتر را دارد. این اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که ژاپن در حمایت از یک کشور خارجی نیروی نظامی می‌فرستد. تا پارسال بر اساس قانون اساسی چنین کاری ممنوع بود، اما با تایید قانونی بحث برانگیز دولت اجازه پیدا کرد که از متحدانش حمایت نظامی کند. مخالفان معتقدند که قانون جدید با روح صلح طلبانه قانون اساسی ژاپن در تضاد است و می‌تواند ژاپن را درگیر جنگ‌های غیر ضروری کند. اما شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نظر دیگری دارد. پیشتر ژاپن و آمریکا در منطقه یک مانور نظامی مشترک انجام دادند. کره جنوبی هم در اقدامی مشابه با آمریکا یک مانور نظامی انجام داده. اما هیچ یک از اینها باعث عقب نشینی کره شمالی نشده. وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرده که تا وقتی آمریکا دست از رفتار خصمانه بر ندارد، پیونگیانگ به تقویت توان نظامی و هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد. کره شمالی همچنین تهدید کرده که ناوگروه جنگی آمریکایی و یک زیردریایی این کشور را در منطقه غرق می‌کند. رنا رحیم‌پور، BBC.